در پی حملات نمایندگان باند خامنه ای به آخوند روحانی که در مجلس آخوندی او را تهدید به استیضاح رأی عدم کفایت سیاسی کردند، بحران رأس حاکمیت پس از قیام سراسری باز هم تشدید شد و رئیس جمهور رژیم طی سخنانی به پاسخگویی پرداخت و از جمله گفت: دولت مسئولیت هایی داره، در برابر مسئولیت های خودش پاسخگوست. همه نهادها، همه قوا، همه ارکان، همه ارگانها، همه در قبال ملت مسئولند و همه باید پاسخگو باشند و همه باید به قانون اساسی عامل باشند و کسی که طبق قانون اساسی میتونه راجع به قانون اساسی حرف بزنه، سوال کنه، تذکر بده، توضیح بخواد، مسئولیتی است که به عهده رئیس جمهور قرار داده شده. بنابراین همه ما باید به وظایف خودمون به خوبی عمل کنیم. بعضیا فکر میکنن هنوز انتخاباته، یادشون رفته که انتخابات تمام شده. بسیاری از سخنان، بسیاری از حرفا، بسیاری از نکات به گوش میرسه از طرف افرادی که آدم وقتی عمق حرف رو بشکافه این هست که هنوز ما در فضای انتخابات و رقابت انتخاباتی هستیم. این چنین نیست که یه عده مسئولند یه عده مسئول نیستن. باید باور کنیم ضربه به دولت ضربه به نظامه. اگر کسی فکر میکنه تضعیف کنیم دولت را تا نظام تقویت شود، این از اون حرفهای عجیب غریب هست. بعضی ها فکر میکنن اگر دولت تضعیف شد نهادهای دیگه تقویت میشن. این یک کشتی هست که توش نشستیم. اگر شما بخشی از کشتی رو تخریب کردید، همه کشتی با هم غرق میشه و این نکته بسیار مهمی است. در همین حال حملات در مجلس رژیم به آخوند روحانی و دولت وی همچنان ادامه دارد. اگر یک چهارم حداقل نماینده ها مطلبی رو در ارتباط با سوال از رئیس جمهور داشته باشند، باید به هیئت رئیسه بدن و در طبق آیین‌نامه باید در اسرع وقت به کمیسیون ارجاع بشه. ما نسبت به این روند پیگیری سوال از رئیس جمهور اعتراض داریم. طبق گزارش وزارت اطلاعات خواهش می‌کنیم که توجه ویژه‌ای داشته باشید. بیش از 200 دو تابعیتی در مدیریت اجرایی کشور اعلام خطری جدی برای جمهوری اسلامی ایران است. تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. من اخطارم و تذکرم در خصوص نوع عمل بانک مرکزی هست. ببینید صدها میلیارد تومان سپرده های مردم رو در مؤسسات از بین بردن، میلیون ها نفر سپرده گذار و خانواده هاشون رو دچار استیصال کردن. هر کی از جاش بلند شده یه دکترا خریده. مدیران ارشد کشور، داخل کشور، آذربایجان، حالا اسم نباید بیارم، از این کشور، از اون کشور، دانشگاه نمیدونم آزاد، دانشگاه شبانه، دانشگاه نصف شبی، دانشگاه روزانه، غیر انتفاعی، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم، نوع دهم، از هر کدوم از اینا رفتن یه دکترا گرفته. در ادامه بحران رأس نظام، احمدی نژاد در مطلبی با عنوان حلقه وسیع مدیریتی در پرده پایانی نوشت: به زودی این حلقه در هم خواهد شکست. رئیس جمهور قبلی رژیم که از این پیشتر طی نامه‌های سرگشاده‌ای به خامنه‌ای اوضاع رژیم را بسیار بحرانی توصیف کرده است، می‌نویسد: امروز متأسفانه حلقه وسیع مدیریتی کشور گرچه به ظاهر از دو جناح رقیب و مخالف تشکیل شده است، لیکن در عمل هر دوی آنها در حفظ وضع موجود و صیانت از نظمی که فرصت نامحدود و استثنایی برای بهره‌گیری از قدرت و ثروت در اختیار آنان قرار داده است کاملا متحدند. احمدی نژاد می‌افزاید: بیش از 12 سال است که به جرم ورود به محدوده ممنوعه و مقابله با آن حلقه بسته تحت سنگین‌ترین فشارها هستیم. دوران تاریخی این حلقه به پایان رسیده است و کارگزاران آن
در پرده آخر این نمایش قرار دارند. به زودی این حلقه بسته در هم خواهد شکست. حمید بقایی معاون رئیس جمهور قبلی رژیم نیز فاش کرد که اژه‌ای معاون اول آخوند صادق لاریجانی و سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم در سال 70 به او گفته است که نظام ماندنی نیست. شنیدم آقای اژه‌ای گفته ما دادگاه بقایی رو علنی برگزاریم چون خودش خواست عوام فریبی کنه. آقای اژه‌ای مرد نیستی اگر فیلم های دادگاه بنده رو منتشر نکنی. من میخوام عوام فریبی کنم. اگه من به فرض خواستم عوام فریبی هم بکنم خود تو باید علنی برگزار میگردی که پته من رو آب ریخته بشه. چرا دروغ میگی آقای اژه‌ای؟ بس کن. همین آقای اژه‌ای کسی که سال 70 میگفت نظام ماندنی نیست، به خود من گفت در وزارت اطلاعات موقعی که جانشین دادستانی تهران بود در وزارت، گفت نظام ماندنی نیست، مراقب باشی چیزهایی ننویسید پردا حکومت عوض شه بیان اینجا بخونن برای ما دردسر شه. حالا آقای اژه‌ای برو از من شکایت مرد باش، دادگاهتون علنی برگزار کنید، نوار دادگاه من رو مرد باش آقای اژه‌ای پخشش کن بدون سانسور. در همین حال یک مهره باند مغلوب نظام در مجلس رژیم خواستار ایجاد محدودیت برای احمدی نژاد شد و آخوند روحانی را به خاطر بیعملی در رابطه با موضوع حذف و مافیای مالی مورد سؤال قرار داد. این چگونه است؟ این چه جریانی است که افشا کنندگان عمل کرد و ماهیت احمدی نژاد را سالیان سال به زندان و حبس کشیدند و همچنان بر ادامه حبس پافشاری می کنند؟ این در حالی است که برای احمدی نژاد چنان حاشیه امنی فراهم کردند که هر چه را می خواهد بگوید و انجام دهد. آیا این روش متناقض یکی از مصادیق بی‌عدالتی نیست؟ آقای رئیس جمهور، معرفی مافیای پشت صحنه مؤسسات مالی و گرفتن پول‌های به غارت رفته مردم چه شد؟ فضیحت سقوط هواپیمای تهران یاسوج و کشمکش باندهای نظام بر سر بازخوانی جبسیای هواپیما و لاپوشانی علل سقوط و کشته شدن ده ها تن از هموطنان یکی دیگر از موضوعات مشاجرات مجلس آخوندی است. به چند دلیل ما مخالف ارجای این جعبه سیاه هستیم و مکتوب هم گفتیم، ولی متاسفانه این جعبه سیاه را ارجاع دادن. چه ضمانتی هست در بازخوانی درست این جعبه سیاه؟ و بعد از این ما به عنوان کشوری که 7 برابر استاندارد جهانی سوانه هوایی داریم، چرا امکانات بازخوانی یک جعبه سیاه در کشور ما نباشه؟